مسئولان در ریاست پاسپورت از بازداشت 13 تن به اتهام کمیشنکاری، رشوه‌گیری، رشوه‌دهی، جعل اسناد و تهیه گذرنامه خبر می‌دهد. رئیس ریاست عمومی پاسپورت از شهروندان می‌خواهد که برای گرفتن گذرنامه به کمیشنکاران نه بل به ریاست عمومی پاسپورت مراجعه کنند. احکام امضایم جعلی ورته کړی و او هغه ټاپی جعلی ورته جوړ کړی وی، نو دغه کسان موږ د دې لپاره نیولې دي چې ولې تاسو کمیشن کارانو ته روپۍ ورکوئ، ځکه موږ د تاسو په خدمت کې یو، هر وخت تاسو ته موږ کار کوو. در همین حال کسانی که در پیوند به تحویلی پول به کمیشن کاران بازداشت شدند میگویند به علت مسدود شدن پای همه ریاست پاسپورت مجبور به این کار شدند. مجبوریت می بود که در خانه ما یک مریض داشتیم، ریاست پاسپورت مسدود بود. کمیشن کار ما را گفت که یک روز براتون پاسپورت میگیریم. فی نفر از ما 1200 دلار گرفت. سقط احکام در بدل سقط احکام 1000 دلار، 1000 دلار آمریکایی ما پرداختیم و ما نفهمیدیم که احکام جعل است. وقتی که ما آمدیم با فامیل خود مراجعه کردیم به خاطر بایومتریک، ایجا که رفتیم کارمندان ریاست پاسپورت او را شناسایی کردن، گفتن که این چیز است، جعلی است. این کمیشن کاران در بدل پول هنگفت از شهروندان سندهای جعلی را برای آنان آماده می ساختند. این پول ما امانت پیش خود گرفته بودم که ما بر زبیجان بدم، اینا دیگه باز به نفر خود بتن. یک کسی منم فریب داد، گفت که من می اسناد جور می کنم و از کسی اگه می گیری به اسناد 50 روپیه تو رو می دم. ما از این برادر ای گفت که بیا می اسناد از کسی از جورش کو. ما از این اسناد بردم برزو جال بود. با اینکه شهروندان همواره از مسدود بودن ریاست عمومی پاسپورت در شهر کابل انتقاد می کنند، اما مسئولان در این ریاست می گویند که در طی 6 ماه پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور به 240 هزار تن گذرنامه توزیع کرده اند.